سلام، این یک FM پلیر خودرو هست. در بعضی از پخش‌های خودرو حافظه و USB وجود نداره. پس از این دستگاه استفاده میشه تا صدا رو روی امواج رادیویی منتقل کنیم. ولی چرا بعد از یه مدتی این دستگاه‌ها دیگه کار نمی‌کنن؟ دلیلش بسیار ساده است. یک فیوز داخل اون قرار گرفته. غالبا این فیوز می‌سوزه. این بخشیه که وارد جافندکی میشه. ولی چطور اینو باز کنیم؟ این فیوز در اینجا قرار گرفته که شما این بخش رو میبینید. در اینجا یک حلقه هست. این فیوز به این حالت در اینجا قرار میگیره و این بخش پیچ میشه. شما اینو بپیچونید تا باز بشه و بعد فیوز رو خارج کنید. این فیوز به کمک فنری که در اینجا قرار گرفته محکم میشه. این بخش به منفی متصل میشه. دقیقا در اینجا قرار میگیره. شما در بیرون اینو میبینید. پس برای باز کردن این شما اول باید اینو بپیچونید، خارج کنید و در اینجا این حلقه رو اول خارج کنید. بعد میتونید این بخش رو جدا کنید. پس اولین چیزی که باید چک کنید این فیوز. ولی در اینجا چه چیزی قرار گرفته؟ برق خودرو 12 ولت که از طریق فیوز به این فنر میرسه و بعد میرسه به این ترانزیستور. این ترانزیستور 13203 هست. یک ترانزیستور NPN یا منفی. در اینجا یک زنر هست، مقاومت و یک خازن. برق خودرو که 12 ولت وارد این بخش میشه، توسط مداری که در اینجا قرار گرفته تبدیل به 5 ولت میشه و 5 ولت به این مدار میرسه. پس این مدار 5 ولته. شما اگر میخواید اینو داخل منزل استفاده کنید، دیگه نیازی به این بخش ندارید. میتونید یک شارژر موبایل بردارید و این رو مستقیما به این متصل کنید، چون این دستگاه با 5 ولت. حالا این بخش رو زیر میکروسکوپ بهتون نشون بدم. این ترانزیستور 13203 هست. این پایه انتهایی بیس هست. حالا پشت برد رو ببینیم. در اینجا یک دیود زنر هست. یک مقاومت، خازن و این هم 3 تا پایه های ترانزیستور. پس اگر دستگاه روشن نمیشه اول فیوز رو چک کنید. بعد این دیود زنر و این ترانزیستوری که در اینجاست. دیود زینر سر خط دار دیود زینر به بیس متصله. حالا این بخش رو چک کنیم. مولتیمتر رو در حالت تست دیود میذارم. پراب قرمز رو رو پایه بیس میذارم. پایه که سر خط دار زینر متصله. پایه کناری یک عدد میبینم و پایه آخر یک عدد دیگه. بس این ترانزیستور سالم. حالا دیود رو باید چجوری چک کنیم؟ پراپ قرمز رو طرفی که خط نداره قرار میدیم و پراپ مشکی رو طرفی که خط داره. یک عددی بین 500 تا 800 رو باید ببینیم. پس این دیود سالم. پس متوجه شدیم ترانزیستور، دیود و مقاومتی که در اینجا قرار گرفته برای اینه که برق 12 ولت خود رو تبدیل به 5 ولت بشه و به این مدار برسه. اگر این بخش آسیب دیده باشه دستگاه شما روشن نمیشه. حالا میخوام این بخش رو باز کنم. در اینجا 4 تا دکمه فشاری هست. این دکمه ها فلزی هستن. اگر دکمه ها خوب کار نمی کنن، چسبی که روی اینا قرار گرفته خارج کنید، دکمه ها رو تمیز کنید با یک ماده شوینده، دوباره این بخش فلزی رو روش قرار بدید و دوباره روش چسب بزنید. اینا رو وقتی فشار بدیم باعث اتصال میشه. این IC میکرو دستگاه هست. اگر این بسوزه دیگه قابل تعمیر نیست. این کریستال هستش. اگر مولتیمتر رو روی تست بو قرار بدیم، خازن ها و مقاومت هایی که در اطراف میکرو قرار گرفته تست کنیم، اگر صدای بوغ رو شنیدید این IC دچار آسیب شده و دیگه قابل تعمیر نیستش. شما در اینجا 3 تا سیم رو میبینید. اینی که در اینجا قرار گرفته نوشته 5 ولت، این 0 ولته و وسطی آنتن. چون میدونیم این دستگاه روی موج FM کار میکنه،
این سیم وسط که آنتن هست به بدنه یا 0 ولت خودرو متصله. پس دومین کاری که باید انجام بدید ارتباط این سیم ها رو با این بخش چک کنید به کمک تست بوق مولتی متر. حالا اگه دیگه قصد ندارید از این دستگاه در خودرو استفاده کنید، این اتصالات رو قطع کنید و یک 5 ولت شارژر موبایل رو مثبت رو به این ور و منفی رو یا 0 ولت رو به این ور متصل کنید. این دستگاه روشن میشه. از اونجایی که در خودرو فاصله جافندکی با پش خودرو خیلی کمه، غالبا نیاز به آنتن نیست. ولی در خونه شما میتونید یک سیم 30 سانت تا 40 سانت رو روی این پایه وسط به عنوان آنتن لحیم کنید. حالا دستگاه رو امتحان کنیم. من میخوام از منبع تغذیه استفاده کنم. میخوام ولتاژ 12 ولت رو به اینجا وارد کنم. برای اینکه اتصال ایجاد نشه در اینجا یک سیم لحیم میکنم. منبع تغذیه رو روی 12 ولت میذارم با جریان کم. منفی رو به بدنه متصل میکنم. مثبت رو به همین سیمی که لحیم کردیم، در واقع به همون فنر. دستگاه روشن شد. روی فرکانس 107.8 مگاهرتز روی موج FM رادیو رو فعال میکنم. روی فرکانس 107.8. یه لحظه برق دستگاه رو قطع کنیم ببینیم چه اتفاق میفته. دوباره وصل میکنم. یک حافظه فلش رو متصل میکنم. صدا رو کم میکنم. میرم موزیک بعدی. دوباره قبلی و متوقف. ولتاژ رو قطع میکنم. فقط یک نکته رو بیاد داشته باشید. چون این ترانزیستور داره به عنوان رگولاتور عمل میکنه، یعنی ولتاژ 12 رو به 5 ولت تبدیل میکنه، به شدت داغ میشه. یعنی الان کاملا داغ شد. شما میتونید از یک رگولاتور 7805 هم استفاده کنید، چون این دستگاه جریان زیادی نمیکشه، ولی جایگذاری اون در اینجا کمی سخته. اگر میخواید در منزل استفاده کنید که اصلا دیگه نیازی به این بخش ندارید. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.